سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همینجا کوکتل تیوی و امروز اومدیم با قسمت نهم بی پرده و یه مهمان عزیز داریم به اسم کچی بیتس یا همون خشیار اس آر که احتمالاً آلبومش هم شنیدید و اومده بعد از تقریبا یک روزی که از آلبومش گذشته تقریباً نیم میلیون ویو داشته تو اسپاتیفای که خیلی رقم باحالی ما هم یه مصابه باحال داشتیم و تمام هواشیشو و یوگرافی و همه داستانش رو با هم بررسی کردیم خیلی فان و شده حتما تا ته ببینید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست و حتما آخر ویدیو رو ببینید تش یه حرفی باتون دارم و یه سورپرایز باحال صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم مصاحبه رو باشیم سلام کارم خدمت عزیز چطوری خوبی چه سلام چطوری خوبی خیلی از چنلت من خوشم میاد از قدیم ایام به قول عربا به قول ایرانیا از روزهای دیرینه <applause> لطف داری دمت گرم که دعوت تو قبول کردی و اومدی بریم برای یه مصاحبه جنجالی خفن کلی سال جنجالی حالا واسه چی دیگه همش تو حاشیه آقا یه جنجالی حاشیه ای بابا ای بابا ما میخوایم مگه تو حاشیه باشیم دیگه حالا چطور این حرفو میزنی یه سوال ازت از از میپرسم چطور این حرفو میزنی ببین آخه مثلا اون تیک تاک قدیم و اون شخصیت هایی که داشتن کار خودشونو میکردن آروم خفن میترکوندن بعد میدونی بعد یه هم مثلا همه چی عوض شد همش تو دانسی به قولی میدونی یه بار با همین خلوت یه بار با و، یه بار مثلا میدونی اینجوری خب ببین بذار چیزی بگم راجب به این موضوع که گفتی خب همونطور که گفتی زمانی که تیک تاک فعالیتش بود خب همه سیاستها بر اساس سیاست های جمعی شکل می گرفت. و وقتی که من خودم به صورت سولو دارم کار میکنم خودم تصمیم میگیرم که تو دانس باشم یا نباشم حالا من این سوال از تو دارم تو دانس بودن من اینکه که تو هاشیه بودم ضررا شیا بوده سوداش شیا بوده من سوداشو خودم میدونم میخوام بدم می تو میدونی سوداشو سودا که خب ملت ما حاشیه دوست دارن دیگه دوست دارن بدن سودی که برای مارکت این حاشیه ها داشت چی بود آها سودش خب بتلا بود و رینگ بود و آفرین خب مثلا میگه می بتلا بود و خود همین بتلا بود و این خودش یه اتفاق بوده میدونی چی بهت میگم نمیتونی بگی مثلا چه میدونم انقلاب فرهنگی بود و انقلاب نمیدونم صنعتی بود و خود انقلاب فرهنگی خود انقلاب صنعتی خوش گنده است مثلا توی مثلا هیپ هاپ فارسی حالا نمیگم انقلاب فرهنگی بوده حالا من اصلا دنبال این تایتلا نیستم ولی کلا من وقتی هاشیه درست میکنم برای فالوور درست نمیکنم برای این درست میکنم که یه کاری باهاش انجام میدم جلستان. مثلا زمان بتلا چرا من اصلا بتلا رو شروع کردم دلیلش چی بود اول از همه که قرنطینه بود در بسته بود هیچ کس هیچ کار دیگه ای نمی کرد فضا شده بود برای تمام مردم ایران لایوای یه سری آدمایی که خب حالا هر کدومشون خب یه سریشون هم حالا دوستای ما هنالا یه سریشون هم دوستامون نیستن کلا شده بود لایوای آدمای مختلف و از لحاظ موزیکی ما هیچ چیزی نداشتیم که طرف بیاد اونجا بشینه اونو نگاه کنه و منطقی که پشت این قضیه بود این بود که من میخواستم اینترتین کنم چرا چون منم حوصلم سر رفته بود تو قرنطینه خارج از اون این فرهنگ سالهای ساله که بین مردم جهان هست و بین مثلا همون ایرانی های خودمون مثلا توی آرتیست قدیمی مثلا کلی آدم تو پارک برو بتل کن این ور بتل کن اون بتل کن ولی هیچکی نیومده بود این کارو بکنه بعد من نشسته بودم دیدم سویس پیتس و تیم بالان یه همچین حرکتی زدن حتی تو مصاحبه قبلی من گفتم اینو با من و تو چیزی که بود این بود که من با این حرکت با این که اومدم این هاشیه رو درست کردم عین خودشون سویس پیتس آمد و تیم بالان گفت تو این کاره نیستی تیم بالان گفت تو بابا این کاره نیستی نمیدونم فلان و اینا همه مردم رو کشوندن بتل گذاشتن بعد بتل رو گسترشش دادن بین مثلا کلی آرتیست دیگه کلی بیت پرودوسر دیگه و یه جریان را انداختن من گفتم خب چرا ما نداشته باشیم ما هم داشته باشیم و این کارو کردم و این حاشیه‌ای که راجع به بتلا بوده این از این حالا با خلوت چرا رفتم تو دانس قضیه خلوت این نبود که من بخوام باهاش برم تو دانس اگه بخواین دقت کنین امین خلوت قدیم دو سه بار به من تیکه انداخته بود سر دیس سهرابی که میخواست بده به من تیکه انداخته بود این ور ور تو نمیدونم چند تا چیز تیکن انداخته بود و اینا جمع شده بود زیاد بود خود اون اصلا شروع کرده بود آره دی مهمترینش اون موقع بود که میگفت باید بری با تیک تاک بخونی به, به سهراب آفرین و دقیقا دقیقا و این مسئله اینه که خب اون این قضیه رو شروع کرد و من داشتیم با سوی صحبت میکردیم یهو یه مسئله ای اومد من راجع به عوام فریبی داشتم صحبت میکردم بعد این موضوع رو ما اومدیم بیانش کردیم که بعد امین اومد با من توی استوری توی بیف منم جوابش دادم خب و این یه مسئله یه که ببین هاشیه اسمش هاشیه است مثلا میگن هاشیه خب من اصلا اینجوری نگاش نمیکنم من نظرم رو دارم توی سوشال میدیا میدم واسه این نمیشینم هاشیه رو بگم الان میرم وگرنه من میمدم به مهراد جم تو پرت میگفتم چرا نمیدم به مهراد جم و دنیا جمان چرا تو بگم من من دنبال هاشیه نه میدونی من دنبال حاشیه نیستم ولی وقتی که میخوام یه کاری رو انجام بدم که مردم هنوز نمیدونن چیه و ارزشی که توش خابی در رو نمیدونن چیه نظرشون جلب نمیشه اول نظرشون رو جلب میکنن بعد خودشون متوجه میشن که آقا بتلا الان چند تا ما مثلا کامیونیتی رب داریم که خودشون بتلا رو همینجوری که ما زدیم راه انداختن جایزه دادن چند نفر اومدن با هم دیگه بالا دارن. کار میکنن اصلا جریان شروع شده خب و اگر اون بتلا نبود هیچ وقت رینگ شکل نمی گرفت و اگر رینگ شکل نمی گرفت من فکر می کنم یکی از بزرگترین اتفاقات حداقل سالهای جدید هیپ فارسی نمی افتاد من کاری به بقیه ندارم نه به نسل یک کار دارم نه به نسل دو نه به نسل سه من به عنوان جریانی که خودم باعثش میشم صحبت میکنم هر کسی یه کاری کرده واسه رپ فارسی خب ما هم اگه میتونیم میکنیم ما مثلا همین قضیه بتل مثلا من اومدم توی همون بتل اول امیرعلی اومد شروع کرد کلی منو دیست کرد کلی گفت آقا نمیدونم کچلی نمیدونم فلانی بیساری نمیدونم اونجا خلصلات میکنن نه کف تورنتو فلانی بیساری خب ولی اتفاقی که افتاد این نبود که الان من ناراحت بشم اصلا کلا از این موضوع من داشتم حالم میکردم با این موضوع میدونی چی میگم یعنی لذت می بردم به خاطر اینکه ما حالا یه, جز... یه چیزی داریم اینجا بین بچه خودمون بهش میگیم فشار خب میشینیم به هم فشار میاریم ببین مثلا فشارمون میره رو مثلا دیویست قضیه از کجا شروع شد از سپه شروع شد اصلا سپه یه کسی بود که کلمه فشار رو روی این داستان گذاشت میشستیم به هم یه فشار می با رفیقامون خب این هم مثل همونه یه فشاری به هم میاریم میگیم آقا چه میدونم تو فلانی هه, هه، تو فلانی هه, هه داریم چیز میکنیم و توی بتلا هم این اتفاق افتاد خارج از اون حالا خارج از مسئله خندش رو بخوای حساب بکنی ما یه فرهنگی رو که زنده بود بهش پروبال دادیم یه فرهنگ رو بیشتر آوردیم تو چش میدونی چند نفر علاقه من به همین رپ و هیپ شدن بعد از همین بتل که اتفاق افتاد پس به من نگو همش دنبال حاشیه به من بگو اگر دنبال حاشیه ای که من نگفتم, نگفتم دنبال حاشیه گفتم همش تو حاشیه دیگه... یعنی تو حاشیه هم نگفتم آره 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 حالا دنبال. مسئله مسئله مثلا دارم بهت میگم مسئله اه... امیر خلوتو که بهت گفتم حاشیه های قبلیشم هم که همشو خودم اومدم گفتم آقا بستیم با همه تو آهنگم اومدم گفتم روگ با همه بستیم علنا همین بود بستیم پشت اومدیم جلو زدیم چرا به خاطر اینکه میخواستم مردم اگه میگفتم میخوام برم با فلانی بتل کنم پنج نفر میمدن چون گفتم که آی فلانی تو فلانی اون یکی هم گفت آی فلانی تو فلانی دیویس نفر اومدن و من با این اومدنه کاری جز جا انداختن یک فرهنگ نکردم نه اسپانسر خاصی داره نه ایچی. کاری هیچ کاری نکردم حتی جایزه هم دادیم با دارا به چند تا بچه درست یه همه از یه موجی که مردم دوست دارن برای کار خودتون استفاده کردین دیگه آقا اینو دوست دارن اینو بهتون میدیم اینم توش جا میندازیم دقیقاً همین اوکی اول داستان چت سم من خواستم که قرون شروع کنیم رفت تو داستان نه آخه میدونی من از تو انتظار دارم میدونی چرا ازت انتظار دارم به خاطر اینکه تو خودت بنیانگذار یه چیزی هستی که الان میبینی که چقدر یکی از بنیانگذارها نمیتونم بگم تو بنیانگذارشی خب بس. یا نمیتونم بگم من بنیانگذار اونم اصلا کاری به بنیانگذاریش ندارم کسی که تاثیر بیشتری میذاره من اینجوری فهمیدم که این مسائل توی هیپ هاپ جا افتاده که ریاکشنهای های شما و دوستای شما رو دیدم و این خودش خیلی اه چی میگن با اه جریان هیپ که ما الان داریم داره خوب را میاد و داره کلی کمک میکنه آرتیستا دارن میفهمن دارن چیکار میکنن تو شهر کی داره اترکشون خوششون میاد کی داره نمیاد چیکار کردن چیکار نکردن آرتیستای دیگه کیان چه تکنیکایی داره استفاده میشه خب اینا خیلی مهمه و خیلی من چیزم ولی از تو انتظار ندارم وقتی که انقدر هوشت توی مارکت بالاه بیای بگی چرا همش تو ای؟ چون من اگه تو حاشیه بخوام باشم من نگفتم چرا واش تو گفتی چرا جنجالی گفتم خود دمش دیگه حالا من خواستم این،, این کارو بکنم بدونی فشار چیه این فشاره من <تصفح> تو فشار بودم حالا تو برام فشار بیاری بیا. چیزه میگم که حالا اینو گفتی حالا داستان جالبی بود که حالا ریاکت تایم ما نشون میده به آرتیستا و فلان و اینا که داستان چیه خب مردم هم شاید خیلی چیز یاد بگیرن چون مثلا فلانی یه چیزی شاید بدون ولی من یه دلخوری دارم از بعضی آرتیستا حالا اگه زیاد اینو ادامه بدن من شاید یه روز اسمشون هم بردم چون ویدیو که ازشون میسازیم ازشون خوب میگی کپیرایت رایت نمیخوری نقد که میکنی میگی من این آهنگ دوست نداشتم یا فلانجا اینجوری کپی رایت کلم میزنن روی اون ویدیو. و این خیلی زشته اگه قراره که مثلا یه اتفاقی بیفته قرار نیست که ما مثلا پاچه خاری کنیم تو داستان میدونی به حال باید یه کمکی بکنید ببین به نظر من آرام حتی اگه واقعا همچین داستانی اتفاق میفته واقعا شما بگید چون شما قدرتتون یه قدرت جداگونه از مارکته شما چیزهای خودتون رو دارین شما مخاطبای خودتون رو دارین و خیلی دارید به نظر من به هیپ کمک میکنین و اون کسی که جنبه انتقاد نداره اصلا چرا ب... اصلا چرا ها قرقرو شدن اصلا میدونی یارو مثلا سی سالش قرقروه میدونی قره مثلا میدونی من با فلانی نمیدونم حال نمیکنم با بیستاری حال نمیکنم یا اصلا این داستانا رو باید بدید بره آقا من به قول میدم که هیچ وقت تو از من کپی رایت کلیم نمیگیری هرچند که این قضیه رو نمیتونم بهت از لحاظ کانتنت آیدی مثلا رو موزیک خود یوتیوب بیاد مثلا کلیم بزنه مثلا من بگم چون مثلا چند روز پیشم این اتفاق برات افتاده بود گفتم به دیسپیوت کن و اه, اوکی بید. ولی کلا ببین من با آرتیستایی که جنبه نقد ندارن مشکل دارم و کسی که این کارو میکنه یعنی جنبه نقد نداره و این موضوع به ضرر خودشه فقط چون نه میدونی چی بهت میگم چون تو, تو, نقد میتونی بیای اگر جنبش رو داشته باشی هم میتونی ازش استفاده بکنی خودتو پیشرفت بدی بهش هم ازش استفاده بکنی اطلاعات آماری خودتو نسبت به عمل کرده تو مارکت ببینی اگه 20 نفر میان میگن آقا ترکت خوب نبوده آقا حتما خوب نبوده تو خدا و پروردگارم باشی ترکت خوب نبوده میدونی واسه همین من میگم بایدن. به نظر من اگه بازی این اتفاق افتاد حتما کپی رایت کلیم بزن یعنی میگم چیز اسمشونو بگو آره من تو همین فکر بودم حالا تو یکی دو تا ویدیو گفتم که بابا نکنید اگه جنبه نقد ندارین که خب دیگه ما کاراتونو رو و دیگه اینجوری کنیم هر حال چون آقا تو من خودم مثلا همه کامنت ها رو میخونم چون آقا مثلا طرف من اینکه حالا بعضی هم مشکل دارن یه مخاطب و دیدی خودی یه میاد فوش مادر میده اون چه نقدی اون که داشت, داشت اون که من راستش نقد... راستشو بخوای انقدر نقد یعنی از آدم دیگه فوش خوردم که چاخ شدم داشتی اصلا یه چیز دیگه است میدونی چی میگم اونو اصلا ولش کن بره اون زیاد مهم نیست دقیقا ولی خب کسی که نقد میکنه دمش هم گرم سعی میکنیم که اونو درست کنیم خب خب برو بریم بریم اولش میخواستیم اسلو کنیم اشکال نه الان اسلو کنیم آقا یه بیوگرافی کلی خشایار اس آر یا کچی بیت از کجا شروع کرد چند سالشه چند سال تو داستانه به ما بده به من 68 ام بعد 31 یعنی آره بعد من حدودا اه... به من خیلی از قدیم مثلا از 14 15 اینا مثلا حرکت میزدم میدونی چی بهت میگم مثلا دنسی و نمیدونم فلان و هیپ هاپ ای جی و نمیدونم فلان حتی مثلا یه بار تو مدرسه اون یادم ای که بچه سر امتحان بود من خودکارم تمام شده بود خودکارشو بهم نداد بعد خیلی ازش کی نگرفتم از اینجا هم از همینجا من آره بهش سلام میکنم اگه میبینه یه دیس کلن یه هفت ترک دیس نوشتم واسه تو کل مدرسه پخش کردم <تص> <applause> بعد من این کارا زیاد میکردم ولی اصل قضیه از اونجایی شروع شد که فکر میکنم سال 85 بود که اصل قضیه از اونجا شروع شد از سال 85 شروع شد و اون وایبی که تولید شد میگم وایبی که به وجود تون با سینا و سینا بود که خیلی یهو کلا همه چیو جدی کرد و از قبلش هم خب من تنظیم میزدم مثلا جوری که منو سینا سایی با هم آشنا شدیم اول از همه که خیلی داستان طولانی پشت قضیه است که قبلتر منو سینا سایی با هم تو دو تا مدرسه مختلف بودیم که این مدرسه ها با هم یه مشکل داشتن بعد اصلا ما یعنی با هم مدرسه هامون مشکل داشت بعد از اونجا کدوم اوش... مدرسه آره دیگه ولی بعدش که رفتیم جلوتر تو یه مدرسه پیش دانشگاهی بود که یه رفیق داشتم اسمش اچ بی بود اسمش اچ بی بود یادم آره هادی بود اسمش بعد بهش گفتیم اچ بی بعد اچ بی اومد به من گفتش که آره مثلا یکی از اینجا خیلی خفن تکس می و فلان و اینا بعد سینا اومد اونم منو دید و گفتم که مثلا شنیدم خوب پیت میزنی گوش شنیدم خوب گفتم شنیدم خوب میخونی گوش شنیدم خوب بیت میزنی اینو خوب... می می با هم رفیق شدیم بعدم که سینا و سینا با هم دیگه رفیق بودن بعد من سینا موفیو دیدم از اونجا شروع شد اولم رفتیم روی ترکی که من برای بچه ها سکرچ میخواستم بذارم چون موقع بچه ها رجز بودن بعد میخواستم اسکرچ بذارم تر یکی از آهنگاشون که داشتن آهنگ می بیرون بعد از اونجا دیگه شروع شد خیلی دیگه جدی شدیم از اون موقع و از اونجا کریر جدی نمیگم حرفه رو شروع کردیم راجع به موزیک حالا این قضیه که تیک تاک چجوری با هم آشنا شد و مثلا حالا من و سینا و سینا چجوری با هم آشنا شدیم و اینا اینا خودش یه بحثیه که دوست دارم که فقط من تعریف نکنم میدونی همه سایداش باشه بچه ها باشن بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم ولی آره این قبلا گفته بودم که چه اتفاقی افتاده بود ولی میگم از همون سال 85 شروع شد و خیلی چی میگن علاقه من شدید بود به این سبک به هیپ هاپ اولی آهنگتون چی بود تهران هیلتون بود اولین آن... آهنگ اولی که من با بچه ها همکاری کردم نه اولین باری که رفتم پشت میکروفون با بچه ها آهنگ یکی آهنگای رجز بود که الان دقیقا اسمش یادم نیست بعد رفتم اونجا اه... توی اندینگش براشون یه چیزی یه،, یه چیزی خوندم بعد اومد ترک الان دقیقا اسم ترکر رو یادم خیلی قدیمیه خیلی قدیمی اصلا نمیدونم اسمش چیه اگه مافی بود الان یادش بود اسمش من کلا یه سری اسما و تاریخ ها اصلا یادم نمیاد خیلی مشکل دارم با این موضوع ما قبل تیک تاک رجز دیگه رجز آره آره قبلشه دقیقا آره. و خب نگفتی چند س... آها 85 چرا گفتی چرا گفتی خب آقا اسم تیک تاک اومد و خب دو سه بارم گفتی که من دوست ندارم حرف بزنم هم بچه همه بعد باشن و این داستان ها هم. ولی خب جمع هم نمیشین و طرف خیلی دوست دارن این بشن ما بیشتر از هفت هزار تا سوال داشتیم از طرف مردم و به جورت میگم 90 درصدش این بود و اینکه خب داستانی که ما میدونیم سیناسایی رفت سربازی آخرین هم که با شما خون ندیگه نبود اگه اشتباه نکنم و بعدش ترک هایی که به اسم تیک تاک می مافی بودن و خشار اس هم شورت کن اگه اشتباه نکنم و تو این مدت سایی نبود بعد از اینم که از سربازی اومد هیچ همکاری و شما نداشته و اولش همون شیر میکردید الان شیر هم نمیکنید کامنت هم نمیذارید برا هم <applause> چیه داستان؟ مشکلی پیش اومده برای باستایی؟ نه ما, ما مشکل نداریم اتفاقا باستا اتفاقاً تر اه... کاره همدیگه رو دنبال میکنیم و اه... نه مشکلی ما نداریم با همدیگه ببین اه مشکل داشتن فقط اه... باعث نمیشه که تو یه همکاری رو نکنی یا یه کاری رو با یکی نکنی یا اه... اختلاف صلیقه یعنی؟ بدون شک من احساس میکنم که سریقه با هم خیلی متفاوته و اصلا نمیگم سریقه سینا اصلا یا دیدگاه سینا نسبت به مارکت بده اصلا اینو نمیگم و فکرم نمیکنم منظور اون از شاید نمیدونم اصلا نظر اونو نمیدونم راجع به بعضی مسائل ولی من به شخص اصلا نمیگم که دیدگاه سینا سایی نسبت به مارکت بده اون یه دیدگاهی داره من بهش احترام میذارم و مافی هم که خب با هم همکاری میکنیم مثلا مشکلی نداریم با سایه هم مشکلی نداریم و هیچ وقت هم نداشتیم و حتی ترک های همدیگر رو ساپورت هم میکنیم حالا شعر شاید آره مثلا شاید, شاید شعر به این رفته ولی خب داریم دنبال میکنیم ترک های آخه میدونی به شعر نیستش قضیه میدونی من الان بیام مثلا دارم میگم ترک مثلا فلانی رو شعر کنم دلیل نمیشه که من مثلا باهاش مشکلی ندارم یا برعکس ترک فلانی رو شعر نمیکنم دلیل نمیشه که باهاش اصلا هیچ دوستی ندارم میدونی چی بهت میگم یعنی اصلا به اینا نیست برس. ولی اگه بخوای بدونی اول از همه که ببین من نمیتونم راجع به تیک تاک نظر بدم که تیک تاک چی شد چون من یه نفر تیک تاک نبودم سه نفر بودیم تیک تاک و راستش رو بخوای من با طرز فکری که الان دارم نسبت به مارکت و کاری که دارم تو مارکت میکنم تو یه جایی هم و سینا تو یه جای دیگه است و داره یه کارهای دیگه میکنه اتفاقا به نظر من ما هممون داریم نقش خودمون رو بازی میکنیم یا سینا مافی داره تو مارکت کارهای خودش رو انجام میده هر کسی داره نقشی که داره رو درست انجام میده حالا شاید در کنار هم نباشیم ولی تو مارکت حضور داریم و این به نظر من خیلی جذاب و خوبه حتی برای کسی که طرفدار ما مثلا یه یه موقع میشه مثلا یه سری گروه ها با هم همکاری نمیکنن ولی یو کلا هیچ کدومشون نیستن ما الان هر کدوممون داریم یه کاری تو مارکت انجام میدیم یعنی و حالا با میدونی حتی با اختلاف سریقه داریم این کار انجام میدیم منم نمیتونم بیام بگم که تیک تاک چی شد پس اگر سوال اینجوری راجع به قضیه دارین به نظر من جوابشو باید واقعا یا بذارید موقعی که یه کسی بیاد صحبتی بکنیم مثلا راجع به اینکه تیک تاک چی شد یا یه اتفاقی یا ببینیم مثلا یه ترک دادیم همکاری فعلا اصلا تو ذهن من که نیست یا تو ذهن بچه هم فکر نمیکنم باشه چون هر کسی میگم داره راه خودش رو میره به صورت سولو و خب توی گروه هم هر کسی خب یکی یه،, یه سری طرفدار سینا بودن یه سری طرفدار من بودن یه سری طرفدار سینا مافی بودن من از همه میخوام که همه رو ساپورت بکنه حالا من نمیگم طرفدار من مثلا فلان نباشه طرفدار اون فلان نباشه هر کسی که داره تیک تاک رو دنبال میکنه ما تا همچنان تو مارکت هستیم ولی خب هر کسی راه خودش رو داره و من سبک خودمو دارم میرم جلو سینا هم به سبک خودش مافی هم به سبک خودش و این به نظر من خیلی اوکیه و من صحبتی ندارم راجبه این موضوع دیگه میگم بچه ها باید باشن من نمیتونم یه نفر نظر بدم راجع درسته ولی خب آخه مثلا چیزی که به نظر میاد اینه که خب سیناسایی خیلی عوض شده که حتی مثلا توی کاور عکس جدیدش مثلا خودش هم گفت دیگه که آقا مثلا چرا انقدر مثلا حالتهای گنگستایی و این داستان که مثلا آب هویج گرفته دستش و این حرفا حالا هنوز نبوغش تو اون داستانا هست دمش گرم واقعا نبوغ سیناسایی حرف نره ولی به نظر آه. میاد که کلا از لحاظ فکری و اینا یه ساید دیگه است من همین تیک تاکو و من احترام میذارم ببین من احترام میذارم خب به خاطر اینکه من آوتکامی هنوز ندیدم از جایی که سینا داره مخاطباشو میبره و اونم از جایی که من مخاطبامو دارم میبرم و مافی و ماسته ها هیچ کدوم نداریم ولی من نمیتونم بگم با نظر, با نظر این شخص مخالفم یا مثلا جوری که داره انجام میده مخصوصا کسی که خب با هم تاریخ ساختیم و ببین تیک تاک یه اسم فقط نیست تیک تاک یه اتفاق بود میدونی چی بهت میگم یه اتفاقه حصن. میدونی اتفاقاتی که توی مارکت افتاد بعد از ورود زدن تیک تاک توی مارکت خیلی چیزا عوض شد خب حالا الهازه مثلا مسائل مارکتینگ و علم موزیک و نمیدونم پروداکشن و همه این مسائل رو تونست یه جوری تغییر بده یعنی کل مارکت رو تونست به یه نحوی تغییر بده نسبت به اون چیزی که با خودش اوورد و من نمیتونم الان بگم سیناسایی عوض شده سیناسایی همین فنی که فنونی که توی لیریکاش داره میزنه همون سیناساییه فقط دیدگاهش فرق کرده میدونی چی میگم یا اصلا شاید دوست داره قلمش چیز دیگه ای رو بنویسه من نمیتونم بیام بگم بده یا خوبه یا هر چیز دیگه می یه چیزی زد بزنم این چی خفه میشه مثلا سینا مثل همون دقیقا یه چیزایی تو مایه ترک پایه نیست <applause> برگرده تیک تاک و سایی همین سایده شما اون سایدا مقابل هم مثلا دیدگاه ها رو ببین خیلی باحال میشه همچین ایده آره خیلی باحال میشه باید ببینیم چی پیش میاد تو زمانش ببین آرام یه موقع هایی کلا یه چیزایی برای مارکت جدیده و یه موقع های یه چیزایی برای مارکت قابل دسترسیه یه موقع هست دست نیافتنیه من میدونم این اتفاق خوب میشه خیلی باحال میشه ولی نسبت به چیزی که الان میدونم تفکر میکنم یا چیزی که میبینم فکر نمیکنم این اتفاق بیفته ولی اگر بیفته خیلی باحال میشه آره من من فکر میکنم اگر بیفته باحال بشه ولی راستش رو بخوای من صبح بیدار نمیشم به این فکر کنم صبح دارم بیدار میشم که چجوری مارکت رو توی استریمینگ جا بندازم چجوری میدونی دارم به اینا فکر میکنم دیگه به این فکر نمیکنم که تیک تاک اگه بیاد روی ترک بخونه خفن میشه اصلا دارم به یه چیزای دیگه فکر میکنم خب اونم به یه چیزای دیگه فکر میکنه مافیا هم به چیزای دیگه داره فکر میکنه ولی خب هر جا ببینیم به هم میخوریم صد درصد با هم همکاری میکنیم این فکر میکنم جوابیه که خیلی دوست دارم بشنون و من اینو میگم ولی فعلا خبری نیست حالا کلا خواستم بدونید اوکی اوکی پس فعلا خبری نیست اما آینده رو خدا میدونه دارست. خدا میدونه اوکی آقا اولین آهنگ رپ فارسی که شنیدی و یا اصلا کلا آهنگ رپ و بعدش اولین رپ فارسی که واقعا هایپت کرد و بعد گفتی من میخوام من این کارو میخوام من میخوام رپر شم چی بود کی بود خب ببین نمیتونم بگم اولین آهنگی که من شنیدم چی بود چون یه پکیج بود یعنی یه دونه ترک نبود که اولیش باشه بشنم یه پکیج بود خیلی هم سخت بهش دسترسی پیدا کردم و خیلی هم اون پکیجی که داشتم و دوست داشتم توش خیلی ترک ها بود سائقه توش بود نمیدونم سائقه رو میشناسی یا نه این پسره کی بود خیلی قدیم شایان توش بود دیگه بهت بگم بچه های اونو نشن بعد نمیدونم اما شایان واجو خیان بود سامان, سامان و سهراب و مهراد و سیاوش و علی رزا توش بودن چند تا از ترک های خود اجازا اینا بود چند تا از ترک های مشترکشون بود بعد دیگه بهت بگم سروش بود بعد ابلیس بود بعد دیگه بهت بگم جنجال بود اصلا خیلی زیاد بود این پسر کی... بود خدایا خیلی زیاد بودن پر تیب اونجا. بود آه امزیپر بود آره یه پکیج بود آره دقیقا یه پکیج بود و یادمه که خیلی هم سخت بهش دسترسی پیدا کردم راستشو بخوای من قبل این گفته بودم که من اینو میخوام اونم زمانی بود که 50 سنت شروع کرده بود به 50 سنت شدن اصلا کلا بعد 2001 تو دیگه اون آخ آخ من اصلا انقدر حال میکردم انقدر حال میکردم اصلا خیلی حال میکردم نصف آهنگای خوبمون دوران رپ فارسی هم رو مون بود دیگه حسین بازی و اینا اکثرا من اصلا خیلی من ف... من واقعا خیلی 50 سنت رو دوست دارم ازش هم خیلی الگو برداری کردم بچه‌گام اوکی okay, پس یه پکیج کامل رپ فارسی بود که تازه گرفته بود ولی اهم. اصلیش 50 سنت که <laughs> <laughs> این اه... وایب رو به این انرژی رو به داد. اوکی خب یه سوالی ما داریم که خیلی هم طرفدار داره تاپ 5 تو ایران رپرها کیان به نظرت بهترین کیه اوکی okay, یه سوال ازت دارم جان تاپ uh, فایو من نمیتونم تاپ فایو علمی بدم صلیقه ای میگم درسته سلیقه است آره بذار فکر کنم ممکنه یکی باشه خیلی ما الان مثلا رپرای داریم خیلی تکنیکی ان ولی خب ممکنه من کارش دوست نشه بشم واقعا به دل نشیم چون باید پکیج کامل بشه دیگه تکنیک و بقیه م... ببین من توی ببین بیمف... من انا این سوالی که ازم پرسیدی یکم منو به فکر فرو برد چون خیلی وقته که به این موضوع فکر نکردم و بذار فکر کنم یه دقیقه بهش اه... قبلش ب... اصلا رپ فارسی گوش میدی تو روزانه مثلا آلبومی بیاد حال کنی گوش کنی دانلود کنی فلا. دانلود کنه از, از, از اسپاتیفای اس, اس گوش کنی <تصفح> 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 ببین آره گوش میدم ولی خیلی گذری یعنی یه چیزی یهو رد میشه میگیرمش مثلا خیلی نسل جدید مثلا گوش میدم ببینم چی کار دارن میکنن و اینجوری ببین من میتونم بگم خب من میتونم بگم نو سکول و اولد سکول اگه بخوایم بگیم من تو اولد سکول اولین رپری که قبولش دارم کسی که اولد سکول قبولش دارم واقعا مثلا وقتی میخونه همش اینجوری 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 هم رزاه پیش رو آره و همه بط... همه کسایی که میگم نمیخوام بگم اول دوم سوم چهارم میگه میشه اه... یکی از فیوریت هم. یکی دیگه از فیوریت هم. Okay. یکی دیگه یعنی okay. در کنار هم نه در رد بندی هم توی ذهنم okay. اه... سهراب آره و یاس خیلی دوست دارم اه... کسایی که رپشون رو دنبال میکنم و از قدیمیان از این ستا به نظرم یکی از تکنیکی ترینشون میتونم یکی تکنیکی ترینشون و مثلا میگم سایه تکنیک تکنیک چون خیلی چیز دارم روش واقعا خیلی تکنیکیه و توی نو سکول اه... میتونم بگم خلصه به نظر من خیلی لفظش عجیب غریبه من خلصه رو خیلی دوست دارم خلصه مخصوصا اون اولاش اون چهار که اولش آره همه. خیلی دوستش دارم آره. یه چیزی رو بهزاد دوست دارم که خیلی اه... رپش اه... آدم رو چیز میکنه گرووی میکنه میتونی گوش بدی همش بهزاد خستت نمیکنه و به فکرم زیاد فرود نیبرده. تکلیفش معلومه با رپش این چیزی که میخواستم بگم بعد دیگه بهت بگم توی کسایی که حال میکنم نو سکول مافیه که مافی خب هم اولد سکول میخونه هم ولی نو سکول ولی بیشتر نو سکولش رو دوست دارم تا اولد در سکولش واسه همین تو اولد سکول نگفتم ای 2 که خیلی باش حال میکنم واقعا اصلا چیز دیگه است و این از چیز و کسایی که باشون خیلی دیگه حالا داریم کار میکنیم و مثلا دیگه توی رده بندی میریم یعنی اصلا الهاز این که بخوایم با هم دیگه همکاری بکنیم و توی اون محیط خودمون رو نشون بدیم توی ترپ و نو سکول میتونم از کوروش بگم که خیلی قویه میتونم از آرتا بگم که خیلی قویه جیدالو میتونم بگم خیلی قویه و هیچ کدوم اینا رده بندی نیست و در کنار هم به نظر من یه موزایی که خیلی تاپ 5 خب میگم ببین من اصلا تاپ 5 ندارم چون میدونی چی بهت میگم می می چون داره. من هر کسی مثلا دارم بهت میگم امروز اه، یه ترک میشنوم از یکی از استعداده مثلا قدیمیه مثلا میگم صداهای مثل جدید رپ فارسی مثلا از هیپوپولوژیستی او میشنوم میگم واه این چقدر خفنه خب فرداش دیگه نمیام بگم فقط هیپوپولوژیست میدونی چی بهت میگم یا نمیام بگم فقط مثلا چرسی یا نمیام بگم فقط یانگ سادن یا نمیام تو جدیدا حتی دارم نگاه میکنم کسی که جدید دارن کار میکنن میدونی همه رو گوش میدم من میدونی تاپ 5 اصلا من ندارم اصلا نمیتونی تاپ 5 بگی برای من خب منم خودم اینجوری هم چون مثلا کارم هم به این میتلبه من همه رو گوش میدم ولی خب واقعا بعضی ها هستن که مثلا من مثلا هیچ ازشون سیر نمیشم مثلا من آهنگشو رو بذارم دوازده ساعت میدونی اینجوری و خب یه رد... مثلا من خودم نمیتونم بگم کی بهترین رپر ایرانه ولی خب یه پنج تا هستن که همیشه مثلا سرکنه الان نسل جدید رو گفتی اتفاقا تو سوالا بود نامبردی میخواستم نظر نظرتو بدونم در درباره همین هیپوپولوجی ببین من دارم عشق میکنم ببین من دارم عشق میکنم آره اصلا انقدر دارم خیلی خفنه نیستن ببین من انقدر دارم حال میکنم میدونی چرا به خاطر اینکه باید پوست بندازه این مارکت باید بندازه یعنی من اصلا به این نگاه نمیکنم که طرف منو رد کنه توی مارکت یا تو چارت یا هر چیز دیگه من به این دارم فکر میکنم چقدر اینا باحال دارن کار میکنن مثلا همین ساید جنوب کشور که بچه ها گرفتن این ساید گرفتنه اصلا خیلی برای من جذابه واقعا جذابه <applause> میدونی چی به دارم میگم تو نوسکول مخصوصا بعد کمتر دیده میشن چرا به خاطر اینکه رپرامون به نوسکول اصلا آلرژی دارن میدونی آلرژی دارن یعنی به ترپ من خیلی ها رو میشناسم که آلرژی دارن به اتوتیون و نمیدونم بیتای خلوت کوچولو مثلا چه من لاینی اصلا آلرژی دارن میدونی و این آلرژی به نظر من به زودی خودشون اذیت میکنه چون مردم دیگه دارن یه چیزای جدیدتر میخوان میدونی همون رو نمیخواد از آرتیست مورد علاقش همونی که داشته میشنیده واسه همین من هم خودم حمایت میکنم از این نسلی که داره میاد همین که حتما با هم داریم یه همکاریایی میکنیم که به زودی زود بعد از آلبوم اتصالی اصلا یه پلنیه که داریم اونم اینه که میخوایم نوسکول رو بیشتر جا بندازیم و همکاری های خفن داریم با هم میکنیم و من همشون رو دوست دارم الان بهت میگم کیا رو دوست دارم من ساده رو دوست دارم نه به خاطر تکنیکش به خاطر اینکه یه سیس میدونی یه سیسی سی داره که میدونی ما ن... اصلا نداریم تو رپ فارسی همچین سیسی حالا خیلی انتقادش میکنن از رپرهای نسل قدیم شاید به خاطر اینکه نمیدونم جدیدن چرا همه شدن مثلا فاز پدرانه گرفتن یا فاز مبسری گرفتن که مثلا تیپا چرا اینجوریه چرا مثلا قیافا چرا اینجوریه چرا اون اینجوریه چرا این اینجوریه میدونی حتما یه دلیلی داره که اونجوریه چرا ما شلوارمون تا اینجا پایین بود چرا خشتکامون انقدر بود اونم دوست داره سفره بذاره که علش کلا بذاره روش چرا مثلا عینکای ما انقدر بود عینکای اون انقدره میدونی چی بهت میگم این اصلا به ما ربطی نداره میدونی این مارکته میدونی به من ضربه نمیزنه بلکه داره یه سری چیزا که یه موجی که وجود داره توی مارکتو داره میبره جلو حال میکنم من اول با این بعد میریم سراغ تکنیک و توانایی کلامی هیپاپولوژیست به نظر من خیلی خوب داره میاد جلو ببین نمی... الان هیچ کدوم گاد نیستن یا مثلا هیچ کدوم نمیگیم خفن ترینن نه همشون دارن میان میدونی ما هم اول... میان خوب دارن میان چرسی مثلا خوب داره پررو داره میاد میدونی چی بهت میگم اه... رادوچیرم چند تا لفظش شنیدم خیلی حال کردم یکی دوتا از بچه های که مثلا با بچه ها دارن کار میکنن آیسم مثلا چه میدونم که با بهزاد کار میکنه یا کیارش که با پوبون و بهزاد یه آهنگ داد اه، من خیلی دوست دارم مثلا بچه ها دارن انقدر خوب کار میکنن و خارج از اون دارن با ما میان یعنی دارن میان میگن اسپارفای نمیدونم دارن میان میگن یوتیوب دارن میان میگن فلان 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 دایغا. و این به نظر من خیلی چون ما, می... ما, الان این نسل نسلیه که باید آینده هیپ رو تعیین کنه میگه. یه چیزی رو میدونی من چقدر دوست دارم یعنی حال میکنم باشون این بچه هایی که نام بردی همه با این چه تواناییشون بالای احترام قدیمی ها رو دارن یه فهم. زمان بود هنوز هم هستن میخوای معروف شی بعد زدبازی رو دیست کنی بعد تیک تاک رو دیست کنی بعد ملتفت رو دیست کنی میدونی یعنی اگر از این سایدی بعد دشمن بابا یعنی چی طرف اومده حالا هر سایدی هستی اصلا اون غلط تو مثلا یه رپر نسل 4 نمیتونه به هیچ کس بگه بیا رپ کنی ببینید چند چندی یا تو کجا بودی بابا این داشون موقع که بیل میزد تو تو موز بودی دقیقا دقیقاً غلطه باید احترامه رو بزنی آقا اون زمان که اون خشت میذاره تو کجا بودی دقیقاً دقیقاً و اینو این بچه ها دارن رعایت میکنن و در آفرین ببین من اینو اصلا همیشه میگفتم به یه سری از بچه‌ها میگفتم که حالا مهم نیست کی بودن ولی میگفتم که به صورت این به صورت پشت سر هم حالا دقیقا کلمم رو یادم نیست که چی بود بهشون گفتم ولی گفتم باید جوری باشه که من به جلوتر خودم احترام میذارم اونا هم به من احترام میذارن یعنی من میگفت چرا مثلا به فلانی احترام انقدر میذاری میگفتم آقا من وقتی به فلانی احترام بذارم کسی که میبینه من به فلانی احترام میذارم و فن منه اگه یه روزی به یه جایی برسه اونم به من احترام میذاره و اگر اون به جایگاهی مثل من برسه و این کار رو ادامه بده فنش به اون احترام میذاره و نسلها به هم احترام میذارن و دلیلش اینه من نمیتونم بیام بگم آقا مثلا دارم میگم دو تا قول قدیمی رپ فارسی با هم دعواشون میشه این اونو دیس میکنه اون اینو دیس میکنه نمیتونم بیام سایت بگیرم نمیتونم بیام بی احترامی کنم و هیچ وقت من این کارو نخواهم کرد مسئله من با قدیمی تر خودم که اومدم باش دعوا مرافه کردم توی موزیک این بود که به مقدسات من تو شده بود ولی من تا حالا شما تو ساید دفاع بودی من, اینجا حالا من دقیقا من, من, اگه بید. مثلا دارم یه آرتیست نسل یک الان بیاد یه مثلا خدایی نکرده حتی من با بیشتر نسل یک هم همکاری میکنم هم دوستم هم احترام خیلی زیادی به همشون قائلم ولی اگر مثلا یه ها کسی به من کرم بریزه یا مثلا کسی بخواد کاری انجام بده با من حتی خیلی جاها شده که مثلا خب من از یه سری مسائل دیدم و چشپوشی کردم ولی باز من احترام طرفم رو نگر میدارم میدونی کسی که مخصوصا به کریر من کمک کرده یا به شکگیری یک سری مسائل توی هیپ هاپ کمک کرده من صد درصد با احترام میرم جلو درسته حالا من مثلا من یه مثالی بزنم حالا شاید بعضی بگم مگه پاچه خاری اینا نه شما وقتی الکی میای شما میتونی بیای مثلا دیس کنی نقد کنی نه اینکه مثلا بگه او تو چی کاره اینا ولی خب وقتی مثلا بزرگتر میاد میزنه زیر گوشت بی دلیل بعد بگی چرا زدی زیر گوشم دیگه و جلوش وایسی دیگه اون داستانش فرق و خلاصه از این من الان بچه های نسل جدید و واقعا این توشون خیلی دوست دارم و دمشون گرم دارم میان که همکاری هم گفتی بشنویم من الان خواستم ادامه پنجتایی ها رو بریم اما اشاره کردی به داستان خوبه که پیشو بگیریم داستانی که با تطریق از کجا شروع شد و نظرت راجع به جوجه هنری یا ترکایی مثل اون چیه؟ اه... یه چیزی بگم چون مورد هدف فودی اینو احساسی منطقی الان بهت میگم ببین من اول از همه که هیچ نظر دیگه راجع به این شخص ندارم بدم و مخصوصا طرفداراش هم ندارم بدم به خاطر اینکه نه که از چیزی بترسم و دارم ریلکس کارم انجام میدم ولی من دیگه چیزی نمیبینم برای مثلا صحبت چون تو یه موقعی هست میتونی یه انتقادی بکنی یه چیزی بشنوی یه موقع هستش که نه تو کلا هیچ مرزی نداری میدونی چی بهت میگم و هیچ فایده ای هم نداره اصلا که من بخوام این کارو بکنم اون دیسی که من شنیدم بیشتر حالت یه کسی بود که مثلا پشت یه تاکسی هی بوغ بزنه بوغ بزنه, بزنه، کلش بکنه بیرون هر چه دانش در میاد بگه میدونی این دیس نبود نه اونا که اصلا نمیتونم از بزنم دیس و کسایی هم که من روزی 6 تا دیست برام میاد جدیدن نمیدونم چرا ولی خیلی نشونه خوبیه راستش رو بخوای خیلی نشونه خوبیه و دوست دارم و هر کی میتونه باز دیست کنه چون خیلی حال میده چرا حال میده به خاطر اینکه میفهمم از کجا دردتون گرفته میدونی چی میگم یا از کجا سوختین چون تو اونجا یه چیزایی میگین خب و برای من اصلا مهم نیست همه فکر میکنم مثلا من نشستم مثلا دارم فش میخورم تو کامنت ها مثلا فلان آوی فلانی فلان 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 همه فکر میکنم من نشستم اینجا میگم من همونو دارم آلبوم میبندم با گولای رپ فارسی داره میاد بیرون اصلا <تصفح> میدونی اونجاست که من حتی بیشتر حال میکنم چون میبینم که انقدر هرسته تو رو درآوردم که تو میای انقدر رو من مینویسی انقدر راجعه من اه... ابراز نظر میکنی فلان و اینا من خیلی حال میکنم اتفاقا استقبال میکنم از کسی که منو دیس میکنه واقعا دوست دارم آره من خودم به این اعتقاد دارم که وقتی تو یه مسیری میری مخصوصا وقتی نو باشه خب اونایی که نمیتونن قبولش کنن مقابلش ما میسن دیگه اینکه آره. از یه حدی بگذره شاید داری اشتباه ببین راستش رو بگم راستش بگم خود من دوست دارم که اون ترک به زودی زودم همین کار انجام میدم آره من اون ترک از روی کتالوگ خودم برمیدارم اون ترکی که بود دلیلش هم این نیستش که حوالو... صد درصد این کار رو انجام میدم دلیلش همینه که من اصلا گلیه میدونی اصلا یه چیز میدونی من نه کلامم اونجا من فقط برای اینکه به زبان اون شخص با خودش صحبت بکنم اون کلمه ها رو مثلا تو آهنگم میگم و اینا با اینکه همه عشق کردن باش با اینکه کلی ترکوندن باهاش فلان و اینا ولی این ترک و من احتمال بسیار زیاد بر میدارم دلیلش همینه که اصلا من نه رقابتی میبینم نه هیچی نه هیچ سودی داره نه هیچ مثلا رینگ اومد پاچون که خیلی خفم بدونی یعنی خفم. کار را انداخت چی بهت میگم حالا گفتی و... نظرت راجع به ورسیت خلوت چی بود؟ عالی خودت اومانی کسی که دیست شدی یعنی لذت بردی لذت بردم ولی همچنان میگم تو نو سکول مال این حرفا نیست اصلا تو امروزه ولی آره ولی ورسش آره من خیلی حالی من خودم مثلا سه تا لفظشو دوست داشتم اونجا که گفت اونجا که گفت چیز فاز اوقاب میگیری ولی نمیاد به لبات من اونجا رو خیلی حال کردم دیگه بهت بگم اونجا که برمیگرده میگه که خیکت نمیخوره ولی اومدی تو این داستان تو تو هچل و فلان و بیسار و خیلی خوب آره بعد اونجایی هم که کلا هم فلو اون تیکش که میگه چون دیدین دستبرد میزنی به بیت مردم حالا اینا همش چت داره میگه ما به بیت مردم دستبرد نزدیم ولی خودم خیلی با این حال چیزش حال کردم با فلو اون تیکه حال کردم ولی مال این حرفا نیست هنوزم میگم مال ولی خب تو دید مردم بازنده بودی دیگه چون مشکل نداره. مشکل نداره مشکل نداره من به نظر دیگه. مردم من به نظر مردم احترام میذارم حالا اگه اونا میگن مثلا چه میدونم من بازنده بودم من میگم اوکی اشکال نداره بازنده بودم ولی یه مسئله ای که هست اینه که یه کلم یه چیزه چی میگن یه ضرب مسئله انگلیسیه میگه که I might lost the battle but I won the war بینیشی میگم ممکنه که باخته باشی ولی جنگ میخوای نه وار گفتیم اگه وار نگفتیم خب 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 چرا خب میگم من شاید یه دعوا رو باختم ولی جنگ بردم چرا جنگ و بردم چرا جنگ بردم چرا جنگ و بردم جنگ من با همین خلوت نیست اصلا من اصلا جنگی با همین خلوت ندارم من با فرهنگ این موضوع جنگ دارم که مردم نمیتونن ببینن که آقا وایسی هم دیگه به هم یه سری حرفا رو بزنین و بشنوین و بتونین رو خودتون کار کنین و اعتماد به نفس داشته باشین مثلا یارو میگه تو کچلی من مطمئن بودم اون میخواد بگه تو کچلی گفتم کچلم چون از خودم پشمام ریخته میدونی نمیشه من کچلم فردا برم مو بکارم من کچلم آقا سلف لوف خودم رو دوست دارم اصلا مهم برام نیست فلان من این جنگو میبرم این جنگو میبرم که فرهنگ جا میفته اگر من نمیومدم با امیر این حرکت رو بزنم و نمیومدیم به هم بپریم مطمئنا هیچ اتفاقی برای این دعواهای ما نمی توی چیز و این مسئله که میگن هماهنگ شده خب اینو کن من هم چیزی که هماهنگ شده رو گفتم هماهنگ شده هم چیزی که هماهنگ نشده رو میگم هماهنگ نشده مثلا هماهنگی ندارم با اون بکنم امید اومد وسط دمش هم گرم تونستیم کار رو ببریم جلو چهار نفر دیگه هم این کار رو بکنن حالا ده نفر میان بگن من مثلا چه میدونم مثلا فلانی زد اول از همه از لحاظ لفظ که مثلا کاری به لفظ ندارم از لحاظ تکنیک هم هیچ کاری به هیچی ندارم من یه چیزی بودم که تا حالا نبودم اون یه چیزی بود که همیشه بوده خب خارج از اون من نمیخوام تحلیل کنم دیسو خب خارج از اون مردم پشت اون در اومدن گفتن این زده کسایی که تکنیکال تر و تکتیکال تر دارن میبینن داستانو میگن من زدم خب من به جفت نظر احترام میذارم هر کی بگه من زدم دمش گرم هر کی بگه اون زده دمش اینجا برنده مهم نیست مهم اینه ترک و دادیم تهران پاچید هیچ کسی رو نمیتونی تو ایران بیاری بگی که من ورس یک این ترکو گوش میدم سر ورس دو میزنم بره تا ته ترک میخورن حتی من یه سری بتل دیدم روی ته بیت توی اینستاگرام دیگه چی میخوای تو مارکت آره خیلی حالا به نظر من که مساوی بودید حالا چون واقعا اه... نه من اصلا برای مهم نیست اصلا بگید اون زده اصلا برای من مهم نیست مهم اینه که من اون کاری که میخواستم و کردم فرهنگش جا انداختم استریم هم خورد مردم هم اومدن هنرم مستقل بود تمام برو بریم آره خیلی کار خفنی بود من که خیلی هایپ کرد واقعا ولی خب میگم نظر من مساوی بود کاملا یه ویدیو چه درست کردم بچه ها دیدن دیدید اگه ندیدید برید این بالا ببینید خب آقا بیا بعد میگی من تو حاشیه نیستم ببین سوالات چجوری رو بردی تو حاشیه خب آقا <تصفح> چه حاشیه بردم. بردم دارم راجبش توضیح میدم آقا هیچ کی تیتر زرد نزن فشار نزنه بیار خب. دیگه اینم فشار من بود اوکی برو بریم فشار شما <S تصفح> دو خوب بود خوب بود, خوب بود. <تصفح> فشار تاپ 5 مهنگ رپ فارسی سخته آهنگساز منظورت پرودوسر یا بیت ساز پرودوسر پرودوسر تاپ 5 مهراد اوله قبول دارم تا حدودی حالا میگن فن مهراد نه من من میگم <applause> اوله پرودوسر آه... علی رو قبول دارم علی وقتی که تو هیپ هاپ میاد میدونه چی میخواد توی سبک خودش هم فوق العاده است چون بعضی ممکنه بیان بگن علی بی هیپ هاپ نیست چرا علی میگی من راجع به علم پرودوس صحبت میکنم نه راجع به علم تنظیم یا تعصبی نمیخوایم بریم چه مثلا مهدیار رو, رو روی ترک های جدیدش اصلا دوست ندارم ولی میتونم بگم یکی از کسایی که تو تاپ 5 قرار میگیره فکر میکنم یه ذره باید از خودش بیاد بیرون بیشتر چون خیلی توی خودشه شاید هم و نمیدونم شاید طرف دوست دارم و اون داره همون راهو میره من بازم به اون مسئله احترام میذارم مشکل ندارم راستش بگم دارا رو خیلی دوست دارم به عنوان پرودوسر و سامیلو رو هم دوست دارم به عنوان پرودوسر وقتی که پرودوسر به ترتیب گفتی دیگه اول مهراد علیبی مهدیار دارا سمیلو آره اوکی. خب الان راجع به مهدیار حرف زدی آلبوم مجازم زیاد پرسیده بودن نظر چی بود به حال یکی از چی میگم مورد مورد انتظار ترین آلبوم های تاریخ ایران بود و بعد از مدت ها اومد نظر چجوری ها بود راستشو بهت بگم یا دروغ بهت بگم راستشو دیگه ما اینجا اومدیم راست اوکی. نظر من راجع به این آلبوم... خدا کنه حالا دوباره هاشیه نظرم ولی نظر من راجع به این آلبوم این بود که فقط یه دونه ترکشو من تونستم مثل چیز ببینم. مثل ترکی که واقعا بخوام بگم آقا این یه ترکه. واقعا یه ترک چیه. یه چیز خفنه. میگم. من آفرین. من, من فقط گوش میدم خب دیگه من فقط اونو میتونم مثل اه... ببین چون شاید شما الان حرف من اشتباه بگیرید مثلا کاری ندارم از کل اون مجموعه حتی یه ترک هم من وقتی که میگم اینو من دوست دارم این هم سلیقه من و نظر منه میدونی شما باید یاد بگیرید به نظر هر کسی احترام بذارید من نظرمو دارم میگم نمیگم بد بود اصلا نمیگم خوب نبود نمیگم فلان بیسار چون اصلا من نه رسانه ای هم که بخوام بیام ریت کنم نه چی. من هر چیزی که میگم صلیقه ای و نسبت به علمم و تجربه امید. فقط همین بیشتر صلیقه ای میگم حالا صلیقه من بر اساس علمم اومده علمم بر اساس تجربه اومده و همه اینا در کنار هم صلیقه منو چیز میکنه و من میگم ولی من یه ترک من فقط یه ترک معمود چرا نمیمیری به نظرم اصلا مثل... مثلا اگه جرمی و اینا ما داشتیم باید همه رو درصد در این ترک باید یکی از ترک های چیز باشه به نظر من underrated شده اون آلبوم و دلیلشم فکر میکنم انتظار زیادیه که مردم کشیدن و خارج از اون یه ذره هنوز درک نشده یه سری مسئله توی اون آلبوم فکر میکنم حالا فکر میکنی مشکل آلبوم به نظر من چیزش که تکس شاهکار بود ولی من تنظیم نهایی رو دوست داشتم من از این تنظیم نهایی میتونست آلبوم شاهکار کنه اصلا من همینو داشتم میگفتم رو قبلی خوشا که گفتی چه داستان داشتم میگفتم که جدیدا دوست ندارم پرودوسو از مهدیا اونم به خاطر اینکه منو نمیکشونه تا ته منو فرود نمی کن منو نمیاره با مثل هواپیما بیاره بالا بیاره پایین بشونه منو میبره یهو حد... آسمون میکوبتم زمین میبره زیر نفت دوباره میکشتم هوا اصلا نمیدونم آدم چی کار بکنه میدونی چی بهت میگم مردم ن... ما که مثلا حالا چسی نباشه موزیسینیم خب ما مثلا نمیتونیم اونو هضم کنیم مردم چجوری هضم کنن حالا من باید کاری بایدونه. اصلا به اون ندارم ولی خدایی حاشیه نزنن واقعا میخوام حاشیه به دور باشه من نظرم رو گفتم آقا هر کی رو با نظر من مشکل داره بیاد توی دایرکت به من بگه آقا من با نظرت مشکل دارم و اینو همچنان میدونید که من به کسایی که نسل یک هستن ریسپکتمو هم همیشه داشتم پس نگه دیس کردن هیچکس توسط خشی من الان مط... به قال خودت پای ثابت تیتر زردم که هستی و میان آره. میزنن دیس خشارس آر آقا بریم دوباره آخرین تاپ رو ببینیم تاپ فایب آلبوم های فارسی به من خیلی با تاپ فایب مشکل دارم آرام سرویس کردیم من تو <تص> ببین آخه ما تو ایران تا حالا نشیم ما تو دنیا هر چی میریم مثلا تیم منتخب رونالدینیو داریم چه من رپرای منتخب امینه تو ایران نداریم هیچ وقت نبوده آقا مثلا من که طرفدار فلانی هم نمیدونم کیا رو گوش میده چی رو دوست داره نظرش باید باشه دیگه میبینی قبول نری اوکی اولین آلبومی که دوست داشتم آلبوم ارفان بود همیشگی نه خدافظی نه نه یه دونه ارفان بود, بود. اینجوری داشت نگاه می کرد زرد بود کاورش چی از خانه تا گور فکر میکنم اون اولیه دیگه آره 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 اونو دوست داشتم جنگل آسفالت رو دوست داشتم بود اه... قبل از اینا یه پکیج داده بود زدبازی توش آهنگامو خداست بود و اه... از خزر تا خلیج فارس بود و دو سه تا دیگه یادم نیست یادم توی یه پکیج اومد توی یه پکیج اومد بیرون میدونی آلبوم نبود توی یه پکیج اومد بریم فضا هم بود بریم این این فضا هم فهمی کنم توش بود اون پکیج اصلا کلا اون پکیج بعد میتونم کولاج رو بگم خیلی دوستش دارم عاشق کولاج کلاژ من یه یادمه دقیقا من موقع که ما موقع ایران بودم و اون موقع واقعا همه جا میشنیدیم تو بوتیک میرفتی تو کلوب میرفتی هر جا میرفتی بود کلاژ دوست داشتم هم بگم پنجومی که بگم نمیدونم مرد تنهای سورنا رو گوش باورت میشه تا حالا یک بار من نشستم سورنا رو تا آخر گوش کنم چرا خیلی خفنه یک بار من سورانا رو تا آخر گوش نکردم ای باور کن حتی من مثل مرد تنها رو اصلا گوش ندی؟ نه فقط یه پدستگی چیزی آدمه که توش میگفت اون مال آوار بود اون نمیترسم او پنجمی بهرام اون آلبومه که داده بود چی بود اسمش؟ سکوت 24 ساعت نه 24 ساعت 24, 24. 24. 24 ساعت اون اونو دوست داشتم اونم دوست داشتم اونم آلبوم اتصالی چی هاشه اوکی این دیگه بذات چیز بپرسه آرام بپرس چی شد چی گفتن چی میگه اتصالی چی آها اترا ما منتظر بودم یک شو بگی مثلا بگی پنجمی هم اتصالی حالا میاد و من که نمیتونم هستم... ماسپن که نمیتونه بگه ماست من ترشه من مطمئنا اگه میخواستم بگم یعنی این یه چیز دیگه بود زرمتش اشتباه گفتم مشکل است که خود بگوید نه اون که عطار من... بگوید ما حاشیه درست می‌کردی حاشیه درست می‌کرد خودت هم که دوست داری <تصفح> من حاشیه دوست دارم فشار دو شما دوست داری شما آقا شما که همش شما دوم... تازه اتهام کسی که همه آدما بیشتر سود میبره رو حاشیه‌ای که من درست میکنم که شمایی اونجا تیتر زرد میزنی این کار نیستی من ناموسن اصلا زرد نیست من اصلا بزن نوش جون آقا من خب یه سوال دارم برام پیش اومده اونم بعد از لایوی بود که سینا مافی و سینا سایی داشتن تقریبا فکر کنم دو هفته پیش و اون تو اشاره کرد به اینکه زمانی بوده که اعضای تیک تاک انقدر از لحاظ مثلا وضعی و اینا چون جوون بودن و اینا وضع خوب نبوده شام حتی بیسکویت میخوردن تو استودیو و با بیسکویت خودشون رو سیر میکردن میدونی که این اصلا دروغ نیست <applause> میدونم که دارم می... <applause> آره و اینکه خب خیلی من میگن شما با پول باباتون اومدید بالا ببین من حالا شاید بچه ها میدونن اصلا مثل... این ببین این این که میگن تو با پول بابا اومدی بالا یا مثلا بچه ها مستاق چرت محسه من یادم میاد که با سینا و سینا یه فنی رو اختار کردیم تو استودیو موقعی که داشتیم مثلا آهای ماهی میخوندیم و اینا فن نوشابه حالا من بهت میگم بدونی ما پول نداشتیم خیلی که تو... چون پولامونه که پول یه مقدار خیلی محدودی پول داشتیم با میرفتیم استدیو مثلا پول استدیو میدادیم ساندویچو رو خب مثلا یه ساندویچ میخواستیم بخوریم با یه نوشابه خانواده میزدیم چجوری؟ یه گاز نوشابه میزدیم یه, یه گاز ساندویچ میزدیم سه چهار قلو پشتش نوشابه پر کنه اصلا اینجوری شد که ما من اتیاد پیدا کردم به نوشابه خوردن با غذام در این حد بیسکویت فقط بیسکویت میزدیم و اون پول رو نمیرفتیم مثلا خرج کنیم مثلا میرفتیم استودیو و واقعا آره واقعا سخت بود بعد یکم سرسده کردیم دیگه قبل اینکه تیک تاک معروف شد یه ذره توی خود خیابون سر کردیم می یعنی فلانی میشناخ فلانی تو این فلان استودیو کارش فلان این میدونست اون اون میدونست اینه از اونجا که گذشت دیگه بیسکویت ها جاشون به پیتزاهای گنده خب اینه میخواستم بپرسم تو به یه نکته میخوام اشاره کنم اینکه چی تو رو تا اینجا کشون که یعنی تو اون شرایط خاصی ادامه بدی و این برای ربکنهای نسل جدید که هنوز شروع نکرده با یه فری استایل حمایت میخوای این جوابو بدی میدونی چی منو میکشون نه عشق 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 منو میکشون اولین چیزی که میکشوند لجبازی لجبازی با تقدیر من ردت میکنم لجبازی با اینکه چرا با ما حال نمی کنید؟ چرا رپ و حال نمیکنید چرا رپ نباید پول داره چرا رپ مال اونوری چرا من نمیتونم لباس گشاد بپوشم چون همه تو دیدگاهشون ما بدیم اگر لباس گشاد بپوشیم چرا ایناست و خارج از اون یه حالی داره میدونی اصلا نمیدونم چه بهت بگم اینو باید بری یکی که قهرمان اسکیه بپرسی بهت میگه ببین اون لحظه که تو کوه دارم پیچ میزنم ببین اون لحظه که من تو استودیو دارم کار میکنم دارم میخونم اتوتیون سر جاش میفته ریور برام میذارم میگم واه میشینیم 6 ساعت کله میزنیم اوناست میدونی میرم چی خودم دارم دلیش... مصاحبه ادیت میکنم همین استودیو دلیش... که مثلا آره دقیقاً اون عشقاست که ما رو میکشونه و به کمک یه سری مسائل جدیدی که الان داره تو مارکت پیش میاد بعد به این ما یه سری حرفا میشنیدیم کودم بزرگترین حرفی که من میشنیدم مثلا گفتم آقا من فلان فلان کارو دارم میکنم فلان کار کوپولت پول توش نیست این مسخره بازی چیه چه قیافه باز خودت درست کردی لباس بابا اینا هم لباس موزه تو پوشیدی لباس فلان پوشیدی و این میدونی مشکلش چیه این اصلا این اینو بده بره کلا ایرانیا دوست دارن که همش راجع به تو نظر بدن خاله زنک خوششون میاد حالا فکر کن ما تو... ما جوونیم داریم استعداد خودمون رو پیدا میکنیم همش یکی بگه این چه وضعیه واسه چه ریختیه این چه چیزیه اون چرا این شکلیه تو چرا پول تو جیبت نیست اگه مثلا رپرای اینورا میبینی یا لامبورگینی میاد تو چرا مثلا با چه میدونم تاکسی میری این ور اونور فلان بیساره من میخواستم که بیام و واقعا یه کاری بکنم که دیگه نشه که بگن پول نیست توش و الان دارم میرسم به اون هدف ما تو این تو این زمانی که هستیم دیگه مارکت داره عوض میشه اینجوری ده. نیستش مثل قبل نیست مارکت دیگه داره تغییر میکنه ما خیلی براش زحمت کشیدیم و نسل جدید مطمئن باش با لامبورگینی میاد جنگ جنگ لامبورگینی ها خواهد بود اگر مردم واقعا بیان پشت آرتیستاشون قرار بگیرن و اونا را جوری که اونا دوست دارن ساپورت کنن و ببخشید فوش آزاده تو برنامه شما آره فقط خیلی بد باشه با کونگو شاد بازی در نیارن ها. که یه دونه وی پی میخوان بریزن <تصفح> یا یه چیز میخوان درست کنن آرتیستامون دیونه بازی در میارن. ببین یه چیزی اتفاقاتی و من برای این شروع کردم که به اینجا برسم که الان دارم یه چیزی رو شروع میکنم که به پنج سال دیگه که به یکی دیگه بگم به اینجا دارم فکر میکنم مارکت باید عوض شد ببین عوض هیچ... شده تقریبا دیگه نه نه نه, نه باید عوض شه ببین نمیتونی بگی عوض شده هنوز نشده کو ببین ما هم... چهار نفر اومدن تو اسپارفای نه 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 باید بیان آجی توی که داری میدونم منم خیلی آره. روی کار میکنم و میان ولی یعنی میخوام اینو بگم یعنی میگم یه زمان آدم فکر اینو که یه رپر بتونه خوب درآره رو را... نمیتونستیم داشته باشیم ولی الان رپرایی رو را داریم که از اسپاتیفای یوتیوب ساختن خودشونو مثل وارسالیب مثلا این چی دارم بهت میگم شروع کرد و تو اسپاتیفای و یوتیوب فعالیتشو کرد و الان جای خوبی رسیده فناشو داره فلان وقت... به نظر من همه این ظرفیت ها بال بالاتره یعنی آره خب اولشه اولشه این چاه نفت پنگالون نباید بده این دایم. باید اصلا بره واسه یه چیز دیگه با یه زمان تو اسپاتیفای کی پلی میزد الان ما ببینیم هزار چه تر... یه میلیون مثلا مهرا دیدن میخوره آلبومش اینا این یعنی 10 سال دیگه میشه ده میلیون و دمش 100 درصد آره خب اه... کجا بودیم خوش <تصفح> آقا یه چیزی میخوام بگم بعد اتصالی میخوای بین کار کنی چون اونجوری هم که توی دده گفتی رپ فارسی مایه نیستش فازش هم نیست این داستان یا نه الان گفتی دیگه من چه سوالی کردم <تصفح> <می> <تصفح> رپ فارسی مایه نیستش مال زمان دادادا بود الان مایه استش. الان مایه میشه تش <تصفح> مایه میشه تش اگه کمک کنن ببین اینترنشنال مارکتیه که حتما همه باید تستش بکنن یعنی حتی چه کسی که سه هزار تا فن داره چه کسی که پنج میلیون تا فن داره چون تو uh, میتونی توی جهان برگزیده با یه ترک و کلا بازی رو بتونی عوض کنی واسه هم نست خودت مثلا الان علی بیو. بچه های دیگه دارن مثلا اینترنشنال قوی کار میکنن آره خیلی ها دارن اینترنشنال کار میکنن و اینا خیلی خوبه منم کار کردم نه که نکردم راستشو بخوای من خیلی برنامه توی مارکت اینترنشنال درست نیست و به خاطر چی درست نیست چون, خ... چون خیلی احساسی عمل کردم تو این چند ساله و میخوام از این به بعد نسبت به احساس نرم جلو نسبت به مارکت برم جلو و فکر میکنم که آره بکنم حتما این کارو بکنم و شروع بشه یه اتفاقی بیفته اینشاالله بیشتر برای پرودوسرهایی که توی تیم خودمن و داشتین دیگه ویرد مهدی بود دیگه در اون حالا میگم ویرد مهدی تو جریان ما بود و ویرد مهدی, تو... ویرد مهدی رو من نبردم با کشمانی ساینش بکنم ویرد مهدی با ما داشت بیت داشتیم کار میکردیم میدونی داشت بیت میزد اون ور فلان ولی اون موج ایجاد شده بود اینترنشنال باید بشیم باید نمیدونم سامپ سامپ کلاب کنیم فلان شیم اون انجمن کچی که همه توشن کچی سامپلز و همه بچه ها توشن کار میکنن و اینا اون فضا رو ایجاد کرد میدونی اون اینکه کیا کی جلو بزنه اون رقابت بشه فلان و یکی وسط شد حالا دیگه همه همه باه میدونی وقتی من میبینم ویرد مهدی داره بغل کشمانی ای پی بیت میزنه اصلا عشق یعنی عشق. اصلا باید بریم یعنی چی میدونی چی میگم همه باید برن دمش گرم واقعا و یه چیز جالب که بهت بگم ویرد مهدی به کشمانی ای پی گفت من ساینم توی کچی بیت و ویرد مهدی اومد کوساین زد توی پیج میگم چیز کشمانی پی اومد کوساین زد توی پیجش و این قضیه خیلی باعث افتخاره که بچه ها دیگه میدونن که خیلی خیلی باید آدم بزرگی باشی که بیای دوباره اونو برگردونی اون چیزی که گرفتی و برگردونی و اون ریسپکت داشته باشی و هر جا باشه من براش آرزوی موفقیت میکنم و از بقیه بچه ها هم میخوام اونا الان بچه های دیگه هم وصل دارن میشن سنگین مثلا سیند کیز داره وصل میشه نگهدارینیه چند تا کار بینامرالی داره میکنه ایوه. بچه های دیگه خود مثلا بچه های دیگه توی کچی بیت تو همین کانادا مثلا بیتاشون داره پلیس میشه با چند تا از آرتیست کانادایی نه دارن میان بچه ها دارن میان, دارن میان. داخترین داستان کچی بیت الان اتصالیه الان 28 و حالا شاید 29 هم پخش مصابه ولی 30 قرار آلبوم بیاد و ببین احتمال داره زودتر بیاد احتمال داره 29 هم بیاد ما معمولا دو روز و نصفی اسپارفای چون عقب جلو میکنه ما دیگه ریلیس تایمش رو گذاشیم ۲۸ 20... 28 هم که 30 هم بیاد ولی حالا شاید 29 هم بیاد یا شاید 28 هم بیاد معلوم نیست اوکی خب پس میاد دیگه یعنی تا مصاحبه برش احتمال چند درصدی هم وجود داره که دیده باشید کان... کانسپت اصلی آلبوم چیه؟ یا اصلا کانسپتی نداره مثل وریوس آرتیست کانسپت نداره وریوس آرتیست حالتی که من دوست داشتم کار کنم این بود که دوست داشتم با هر آرتیستی توی سبک خودش بیام یه رنگ جدیدی از لحاظ پروڈاکشنی رو تو اون سبک نشون بدم به مخاطبای هیپ هاپ و بتونیم تو سبک های هم تأثیر بذاریم یعنی تونیم با هم حتی سبک های جدیدی بیاد من مطمئنا بعد اتصالی اتفاقات عجیبی میفته توی های. خیلی عملی پروڈاکشن ها هست یعنی خیلی دیگه موضوع مثلا یه جور میکس و اینا نداریم دیگه بعد از هر کدوم انتظار یه چیز دیگه داشته یعنی این دوتا ترک هم که اومد اصلا حالا هوای آلبوم نشون نداده درسته؟ ببین حالا هوا نداره آلبوم هر کدوم ها ترک ها یه جوره اوکی. هر کدومش یه شکله حالا فکر میکنی چجوری جواب بده من فکر میکنم که این آلبوم آلبوم تاثیرگذاریه از لحاظ یه سری مسئله چرا؟ چون اولین باره که خیلی اتفاقا توش افتاده اولین باریه که خب این همه آرتیست حتی کسی که با هم یه ذره به مثلا حالا خوب نیستن توی یه آلبوم با هم هستن اولین باریه که انقدر آرتیست در کنار هم از رسانه مستقل پخش میشه اولین باریه که پرودوسرها دارن رویالتی میگیرن رو استریم اولین باریه که آرتیستا دارن رویالتی میگیرن اولین باریه که کامپوزیشن رایتس دارن میگیرن آرتیستا رو لیریکسشون دارن رایت میگیرن کسی که بیت میزنه حتی اگه چهار نفرم باشن دارن سهم خودشون از آلبوم میگیرن اولین باریه که یه سری از صداها در کنار هم اومده اولین باریه که من با یه سری از دوستان همکاری کردم و اولین باریه که انقدر نو سکول برای من جوری بوده که بخوام نشونش بدم یعنی خواستم نیو سکول رو بیام نشون بدم یعنی آتوتیون رو بیام نشون بدم بگم آقا آتوتیون رو انقدر ازش بعدتون نیاد حال نمیکنی حال نکن فلان رنج سنی با اتوتیون حال میکنه فلان اکیپ با اتوتیون حال میکنه فلان کسک داره چویس گوش میده دیگه نمیتونه خشک گوش کنه آهنگارو. وقتی طرف داره صبح شب چویس گوش میده صبح شب داره نمیدونم تونی وان گوش میده صبح شب داره نمیدونم میگوس گوش میده فلان گوش میده کسایی که مثلا رنج سنی پایین تر مارکتو دارن ایرانیش هم گوش کنن حالا چویس نداریم ما توی این ما آ... چیز ولی اون رنگا رو ببینن دوباره رنگا رو بشنون میدونی این پیتزایی بوده که دوباره اولش اومد میدونی چی میگم آقا یه سوال هست که من عجیب بود واقعا اینو ها میپرسیدن و اینکه میگن آقا چقدر خرج کردی برای این آلبوم یعنی فکر کنن فیتا پولی و از این حرفا یه توضیح بدی <applause> دو میلیون دلار <applause> 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 جدی میگم دو میلیون دلار من خرج این آلبوم کردم و اومدم همه رو آوردم تو آلبوم این سوال مسخره ترین سوالی بود که میتونستی همه هم بپرسی به خاطر اینکه مگه میشه که تو اصلا بیه به من بگی مثلا من با کسایی که دارم سالهاست همکاری میکنم و دارم با سالهاست دارم با هم کار میکنیم مثلا پول بدم مثلا بیان توی آلبان. میرم چی میگه من خودم میرسم من چون دیدم واقعا چهار 5 نفر پرسیده بودن تعجب کردم حالا فکر کنم از لحاظ رنج سنی چون با خیلی هر کی پرسید بگو دو میلیون دلار میدونم برای خیلی ها میکس زدی برای خیلی ها بیت زدی و از قدیم 14 15 ساله حالا بگیریم 13 سالی هست که حداقل ببین این که کسی میاد مثلا رضا پیش رو میاد در کنار من قرار میگیره رضا پیش رو داره میبینه که من دارم برای مارکت چی کار میکنم اگر ارفان پایدار میاد در کنار من وای میسته دیده من چی کارو کردم اگر مهرات هیدن میاد توی یه تایمی که خیلی روی پروژه خودش فوکس میاد این چیز رو در کنار من میبینه خودش رو در کنار من میبینه و میاد تو این همکاری و انقدر این آلبوم رو بهش پروبال میده در کنار بقیه آرتیستا اینه که میدونه من دارم چی کار میکنم در جریانه آرتیستای دیگه ای که در این آلبوم قرار دارن همشون میدونه اصلا میدونیم داریم چی کار میکنیم با بقیه آرتیست یعنی هممون می... هممون روی پیجیم میدونیم میخوایم چیکار کنیم و تو باید خیلی کار کرده باشی مثل من که بخوای همچین اسمایی رو در کنار خودت داشته باشی تازه خیلی هم کار بکنی شاید نتونی داشته باشی همه این اسما رو در کنار هم دیگه میگیرم و من خیلی خدا رو شکر میکنم و به خودم افتخار میکنم و از بقیه هم متشکرم که این چیز رو با من شعر میکنن این افتخار رو با من شعر میکنن که توی آهنگای ما باشن و تک تک این آهنگا برای من یک اه... یه حالتی داره که برای من مقدسه و تمام کسی که توی این آلبوم شرکت کردن حالا خیلی دوست داشتم خیلی دیگه هم شرکت بکنن یه سریاش نشد به خاطر اینکه تایم بندیمون به هم نخورد یه سریاش نشد به خاطر اینکه تایم بندیمون باز به با هم نخورد و ولی <تص> <تص> خب من فکر میکنم که دیگه دیدید دیگه تو نمیتونی مهراد و مثلا نمیتونی با رضا رو مثلا با عرفان و مثلا با بچه های دیگر رو مثلا بیای با پول بیاری در کنار هم توی آلبوم نمیتونی آره خیلی از بچه ها نمیدونن ولی مثلا آقا بالای سی هزار داشتن هم خود مهرادیدن هم رضا پیشا قبول نکردن و بالا بیام... همین به خاطر اینکه بچه ها نمیدونن پشت پرده نقش من چیه و کسی که طرفدار من راستش رو بخوای نمیدونه چون من دقیقا همون تایمی که میگی تیک تاک سرش تو خودش بود نمیومد حرف بزنه هیچی نمیگفت دقیقا همون تایمی بود که خیلی اتفاقا داشت تو مارکت میافتاد از طرف تیک تاک که نمیومد بگه نمیومد صحبت کنه راجع به این موضوع که ما داریم این کارو میکنیم این صحبت رو توی فلان کافی شاپ با فلان آرتیست کردیم که این اتفاق توی مارکت بیفته یا چیزای مشابه دیگه واسه اینکه نمیدونن توی مارکت چه اتفاقی داره میفته واسه اینکه نمیدونن تو مارکت کی داره چی کار میکنه الان هر کی که میتونه این کارو بکنه مثل من بکنه اگر با پول میتونه این کارو بکنه بیلو بفرسته من خودم بیلشو کاور میکنم چیزه یه یه چیزی میخواستم من خیلی خوشحالم که یه آرتیست و یه پرودوسر اولین بار این... بار داره این کارو میکنه چون قبلا یه سری کمپانی در پیت یه سری کمپانی در پیت یه سری مثلا استعداد قبول ندارم در پیتشو همشون بخاطر... نه یه سری همشون نه آره همشون قبول ندارم این حرف تو اونم به خاطر این نیست که بگم نظر تو مخ... مخ... مخالفشم تو شاید از نظر در پیت از نظر من در پیت نیست اینم باز میگم مخالفت با تو نیست آخه خب بذار بگم نظرم بذار بگم. بگم بگو بگو من همه رو نمیگم آرسانای خفنی داشتیم کمک کردن آهنگ آلبوم خفن مثلا همه نمیگم اونایی خب که هم... می اومدن یه سری کیف پول به عنوان استعداد معرفی میکردن 20 تا تا ترک میگرفتن 5 پخش میشد میدونی اینجا باید موافقم یعنی پول دزدی میکرد پول دزدی هم میداد به آرتیست میدونی این غلطه من اونا و نه آقا بیا رپ فارسی این همه اووردوز و فلان و اینا دمشورم هم گرم. ولی اون بگیم اسمش شد. دوکی خان اه... چیز که اصلا <تصفح> دقیقا آقای دوچی با اون کمپانی 13 و آخرش هم که خیلی آره رو بدبخت کرد بدبخ آره واقعا حالا مهم نیست اصلا راجع به این آدم حرف نزنیم ولش خب میخوام بگم دم کم که به عنوان یه پرودوسر اومد این کارو کردی و خب ایمپرشنی که این داستان میگیره 100 درصد خیلی خفن خواهد بود خیلی هم خوبه کنم به خود آرتیستا چون به هر حال همشون تو آلبوم من همه شعر میکنن ببین این راستشو بخوای یه چیزی بهت بگم من نه دنبال اینم که با این آلبوم سر و صدا کنم که برم سر کوچه رخ بگیرم خب نه دنبال اینم که بخوام با این آلبوم سر و صدا کنم برم مثلا چه میدونم سر کسی و کلا بذارم نه هیچ من تنها چیزی که دنبالشم با این آلبوم اینه که این فرهنگ استریم و پخش و اینکه تو به عنوان رسانه بیای اون چیزی که من میگم و بذاری لینکشو بذاری این لینک رو بذاری اینا جا بیفته و خارج از اون فرهنگ خرید بیشتر جا بیفته خب خیلی روی این قضیه زحمت به ببین وقتی که فلان آرتیست میاد راجع به فروش صحبت میکنه تا اینجا میبرتش فلانی میاد تا اینجا میبرتش فلانی میاد تا اینجا منم میخوام بیام از یه جا دیگه شو بگیرم ببرمش منم بلده بلده. بعد دوباره منم یه جا میذارمش یکی دیگه بیاد یه ذره دیگه شو این دیگه برسه به قله این برای من مهمه دایوان. نه که حالا من با این آرتیست های تاپ مارکت کار کردم من چیز نه راه باز شه برای کسی که دیگه نخواد 5 میلیون بده ترکش رو قرار بدن رو سایت ده میلیون قرار بده حالا هر کسی میتونه کار خودش رو انجام بده ولی مثلا خب من دوست دارم یهو عین ای ای اینجا میدونی اینجا هم خب حالا مافیا خوشه ولی آرتیست از چیز خودش میتونه آدم بیاره و پول دراره و پول بریزه تو مارکت میتونه پول بریزه تو مارکت میتونه استریم کنن پول بگیره پول میتونه بفروشه پول بگیره بریزه تو مارکت پول بگیره ویدیو کنه بده بیرون شناخته ترشه بره با فلانی کار کنه پول بگیره بریزه تو مارکت پول بگیره بریزه تو مارکت آره داداش اگه این جواب بدید احتمال اتصالی دوام حالا مثلا تو این مایه ها هست فکر نکنم راستش به خاطر اینکه سخته با این همه آدم کار کردن ببین نه برای من خیلی لذت بخش بود چرا چون من همه بچه ها منو میشناسن و ما خیلی با هم رو, رو صحبت میکنیم و هیچ چیزی از هیچ کس تو این آلبوم مخفی نیست میدونی و همه چی روه خب و اصلا سخت نیست اینجوری کار کردن چون من جوری که کار میکنم اینجوری نیستش که ببین بیا و هم یه بیت دوردن بزنیم بخونیم دهن فلانی رو بگایم من اینجوری کار نمیکنم من میگم بیا این ترک رو بزنیم بتره کنه چون فلان ترک هم, هم, که با فلانی زدم هم میخواد بتره کنه اینم بتره کنه بعد اونم بتره کنه بعد هممون هم کجا بتره کنیم فلانجا بتره کنیم که چی بشه که این اتفاق بیفته تمام شده رفت ولی یعنی منظورم اینه که برای من کار سختی نیست اگر باز پیش بیاد و بچه ها دوستاش بشن صد درصد این کار رو دوباره میکنم ولی یه چیز مشابه بر این الان نمیگم تو برنامه من یه اتفاق خیلی خفنه که به نوسکولم رب داره گفتی دیگه ما اول گفتی یه همکاری با آرتिस्टای جدید داری خب میگم مثل اینه ولی نمیگم که چیه دقیقا که خود سر موقعش متوجه بشی گرفتین چی تو زرنگا روزا چهار نفر دیگه ندونن خب چیزه با خیلی کار کردی با خیلی کار کردی و میخوام بدونم که با کی کار کردی که گفتی واه این دیگه کیه چقدر حال داد بهت و با کی کار کردی که اذیتت کرد اصلا میخواستی پروژه رو کنسل کنی خب چون همه رفیقان میتونم این کارو بکنم کوروش وای خدایا کلید روی یه تیکه مگه ول میکرد حالا اوکیه ولی وای خدایا بهزاد وای بهزاد با بهزاد نمیتونی کار آقا نمیشه اصلا وای 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 انقدر فشار بهت میاره خب که اصلا سرویست میکنه ولی م... ولی خیلی با... بعد حالم میده میدونی مثلا با کوروش هم اینجوری نیستش که مثلا بگم اه باشه بابا فلان مثلا مثلا میگه میگم وا با سرویس کردی باز انم یه بازم میگه باز با... بعد کسی که میتونم بگم گفتم واه توی این آلبوم شاید خب خیلی ت... طرف دار... یعنی طرفشون رو دارم میگیرم ولی پرودوسرایی که باشون کار کردم چون پروژه رو زمین نموند میدونی پروژه سخته میدونی این این مار... این آلبوم سخت بود ولی پروژه رو زمین نموند و هر موقع که من یه جا کم می یه قدرتی میخواستم سوال کویل نویز بودن و پرودوسرای دیگهمون که حالا توی چیزام اسمشون زدم سری همه و بچه کچی بیت حالا تو توی آلبوم شاید مثلا پلیس نشد بیتشون ولی همه بودن هر کی مثلا میگفتن بیت احساسی میخوام 200 تا بیت احساسی میومد مثلا چه میدونم من بیشتر از تیم خودم لذت بردم و یعنی که خب معلومه هر کی کارش چیه میدونی چی میگم یعنی معلومه دیگه من نمیتونم بگم معلومه یارو میدونه کی کیه دیگه میدونی چی میگم حالا همکاری اینا زیاد نشیم میخوام ببینم تا حالا کسی بوده بخوای باش کار کنی نشده یا الان کسی هست که تو حالا باش کار نکردی ولی دوست داشته باشی کار کنی آره دوست داشتم یه دونه ترک رو با یاس بزنم ولی اه نشد اه و اینم دلیلش این نیستش که فهم کنم یاسر عزیز یه ذره درگیره بعد دوست داشتم سهرابم تو آلبوم باشه ولی نبود اونم به خاطر اینکه درگیر آلبومش بود بعد دوست داشتم آرتا هم باشه تو آلبوم ولی نشد به خاطر اینکه یه سری مشکل براش پیش اومد هم توی لحاظ فیزیکی براش یه مشکلی پیش اومد برای چیزو همین که نرسید یعنی داشتیم میبردیم کار رو جلو نرس... نرسید که برسه به کل چیز اونم دلیلش این بود که فهم میکنم مود دیگه ای رو میخواست بنویسه و نبود اون مود و فهم کنم اون کسی بود که چیزه و دیگه بهت بگم من فهم کنم با تمامی کسایی که دوست داشتم کار کنم توی آلبوم کار کردم و کسایی هم که الان اسمشون رو بردم هم دوست داشتم باشم و حالا ایشالله توی چیزهای مختلف بد چیز ولی یه چیزی بهت بگم ولی یه چیز دیگم ولی مهراد اولین همکاری من با مهراده که به صورت فیت و اولین همکاری من با رضا که به صورت فیت و اولین همکاری من با ارفان که به صورت فیت و اولین همکاری من با جیداله که به صورت فیت و با مدگرم همین همینطور به نظر من این این برای من خیلی باحال بود که یهو چند فیت با هم یهو توی یه پکیج اومد خیلی من حال یکی از مهمترین سوالا که چرا این آلبوم از رادیو جوان نیومد البته فکر کنم یه جورایی جوابشو گفتی دیگه برای اون داستان استری میگو اینا اما داستان دیگه به جزون نبود که آلبوم مستقل پخش شده و از رادیو جوان نیومده ببین این آلبوم اگر رادیو جوان نیومده دلیل بر این نیست که رادیو جوان بده یا من بخوام لیبل بدی رو به رادیو جوان بدم دوستان ما هستن خوبی هم داشتیم ولی راستشو بخوای نشد که بشه به دلایلی که من و چند تا از بچه ها دوستشیم داستان رایتس رو جدیتر پیگیری کنیم و دوست داریم که این موضوع جا بیفته چون این موضوع بعدها برای مارکت جوان خیلی بهتره و یه مسئله دیگه ای هم که هست لیبل ها معمولا یه سری چیز دارن دیگه مثلا چارچوب. یه سری قوانین چارچوب دارن ما دوست داشتیم هر موقع حال میکنیم ترکامون بیاد هر موقع حال میکنیم بذاریم این دلیل برای نیستش که جان بده و دلیل برای نیستش که حالا چی من کاری ندارم ولی کلا من تو فاز مستقل بودم به خاطر اینکه بتونم این قضیه رایت سو بیشتر بهش دسترسی داشته باشم و فکر میکنم سر اینجور مسائل با جان به توافق نرسیدیم ولی دوستان منن و از همینجا من بهشون از اینا میدم که چکری اسچیم شدن این ترک ها جوابش اونه نه که این آلبوم بیاد بیرون اون رقم ها باید تو رپ فارسی بیاد میدونی اونو من میخوام ببینم که همه آرتیستا رو من از طرفداراشون گروگان گرفتم انگار آقا میخوای آهنگ جدید آرتیست مورد علاقت رو بشنوی باید بیا اینجا گوش کنی که را بازشه همین وگرنه چیز دیگه نداره خب حالا زد بازی و آشیه یا ملتفت <تصفح> هاشیه یا معلومه که زد بازی زد بازی سلیغهیه چرا نمیگم ملتفت به خاطر اینکه من زد بازی بیشتر گوش میدم تا ملتفت اوکی سایی یا مافی سوال سخت ام... تکنیکال از 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 سایی سایر بیشتر سایی مافی سلیغهی مافی مافی الان مافی یا تو کل مافی الان مافی آه. و تو کلم سلیقه ای میتونم بگم تکنیکال سایی من مودم مافیه میدونی مودم اینه آه. که okay. ترک میدونی تک... گفتم من خودت دیدی تو همون سوالی که پرسیدین این طرف نمیخوام بگیرم من گفتم سایی تکنیکال ترینه ما... ولی من میگم مافی سلیقه مافیه okay. آهنگای مافیه بیشتر گوش میدم تا سایی okay. دارای جی, جی؟ <applause> خب معلومه جی جی ولی دارا رو خودت دیدی من راجع چی گفتم okay. میدونی دارا شک مثلا خب جی جی یه چیز دیگه میزنه دارا یه چیز دیگه این صدیقه ایه ولی خب آره اوکی okay. تتل یا ساسی ساسی شک نکن نه اینو احساسی میگی یا جدی میگی ساسی شک نکن معلوم ساسی داداش معلومه که ساسی معلومه ساسی من اینو حس میکنم اینو چیزی میگی به خاطر درگیریت میگی نه به خاطر درگیری من با... آقا من دارم میگم ساسی تو به من پرسیدی فلانی یا فلانی میگم ساسی معلومه یعنی ساسی. ساسی ها همه جوره بهتر از میدونی از لحاظ تکنیکی من اصلا رفزن. من اصلا حال میکنم ساسی <تصفح> 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 خب بریم سراغ یه سری اسم نظراتو بدونیم بهرام برو بریم قدیم خیلی خوب بود الان م... نمیدونم کجا داره میزنه گیج، گیجه خودشم فکر میکنم نمیدونه کجا داره میزنه اوکی محمد رضا شایه عشق میکنم با ورساش عشق میکنم چرا نبود تو آلبوم محمد رضا نمیدونم چرا نبود تو آلبوم ما دوست داشتیم که دا باشه ولی منیجرامون با هم صحبت کردن و توافق نرسیدن ولی دلیل نمیشه که من از شایه بدن بیاد شایه عالیه اوکی. فدایی داره جر میده جایی دیگه این آخرین آهنگش آه هم که داده بود همین خطاب به رهبر من خیلی حال کردم آبی هنگشو. آره حسین اه... یه گنگ خاصی توشه خب ولی چون من قبل میشناختم حسینو یعنی نه که از لحاظ شخصیتی بشناسمش یعنی ابلیس و یادمه میدونی نمیتونم خیلی حسین و چیز ببینم ولی اون حالتی که اجرا میکنه جدیدن گرفته دستش خیلی بیشتر از قبل دوستش دارم و به نظر من خیلی خفنه حالا نمیدونم خیلی مورد باش مشکل داشته باشم ولی من مشکل باشم یه تیکه تور تو تیزر آلبوم اون اولیه به حسین بود در رابطه با اون بیت کوین نه تیکه نبود ببین داستان اون تیزر چیه طرف میاد میگه که فلانی دیدی چی خونده اون یکی میاد میگه که آره ولی به فلانی که نمیرسه میگه چه ربطی داره اون یکی میاد دوباره میگه که فلان میگه چه ربطی داره اون یکی میاد میگه فلان چه ربطی داره خب داستان چیه من دارم چیزی که مارکت داره راجبش صحبت میکنه الانو میگم میدونی یه سریا میگن اون زمان مال زمانی بود که بیف ملتفت و زدبازی بود یه سری راجب بازی داشتن حرف میزدن یه سری داشتن یه راجب ملتفت حرف میزدن یه جیرم راجب حسین حرف میزدن چون 500 میلیون دلار پول داره یعنی دارم نشون میدم که اونا دارن تکنیکال میگن آقا این خوب بود یا اون خوب بود این خوب بود یکی دیگه میاد میگه اون 500 میلیون پول داره اون میگه آ اصلا کلا همه یادشون میره که بعد اون یکی دیگه پسرا اون یکی بعد پسره اون میاد میگه صدا فیش فیشی نمیاد یعنی بیایم هم موزیک هم بازی کنیم جای اینکه مثلا چیز بکنیم وگرنه دیس نیست میدونی داستانی نیستش که من بخوام کسی رو دیس کنم یا تیکه به کسی بندازم ببین من دیس کنم دیس میکنم من بخوام من بخوام دیس کنم تیکه نمیندازم میام دیس میکنم و میدونیدم چجوری دیس میکنم تیکه من نمیندازم ببین می چی میگم و این اصلا دیس نبود یه شرح حالی بود از مارکت آقا یه لایوی داشتی و راجب پوتک گفتی که داستان نویسه من خود پوتک پرسیدم گفت نظر لطفش همشه هم همیشه دوست داشتم داستان نویس باشم باحال بود ولی توی تیزر آلبومش تیکه بد انداخت نظرت ببین بالاخره خب نظرشو گفته دیگه آخه نظر نشیده. نگفت میدونی مثلا نگفت بده اومد گفت نه مثلا نه خب نظرشو گفته دیگه اونم برگشته گفته که صدای تیر تو پیروزی میاد صدای این گانگی کچت دد دد اونم نظرشو گفته منم به نظرش احترام میذارم یه جوری گفتی که به نظر میاد مثلا میخواد جواب بدی یه همچین چیزی نه من از جواب نظرش داده میدونی من با یوتیوبر که بیف میکنم کنم <applause> سن... سنگین بود <applause> خب آقا دو ببین انقدر حاشیه داشتی دو ساعت که شومد. بعد میگه من حاشیه نه میبینی <applause> <applause> آقا بعضی شدن نمیشه یابی داری یا نه و چجوری میشه باز به کچی بیت شد ببین راجع به کچی بیتس یه توضیح بدم کچی بیتس الان یک انجمنه <applause> کچی سامپلز یک کمپانی یعنی کچی ساوندز یک کمپانی یک گروه انجمنیه و اومدن تو کچی بیتس الان چون من یه سری کارا دارم میکنم و یه سری چیزا رو دارم میبرم جلو الان کسی رو نمیارم توش تا یه قانون اساسی بگیره این موضوع چون اولین باریه که داره این اتفاق میفته و من یعنی یه سری اتفاقا میفته مثلا پرودوسر گروپ تو ایران ما نداشتیم تا حالا من دارم اینو دارم یکم دا... دارم... اینا هم نداشتیم آره دارم یکم چیز میکنم دارم یکم میبرمش جلو میدونی چی میگم دارم یه میبرمش کم کار داره آره کار داره و استعداد یابی هم داریم آره همه اینا رو میفهمن ببین می جلوتر همه این موضوع رو باش که میدونی چی بهت میگم الان من نمیتونم چیزی راجع بهش بگم چون بگم بعدا میگن چی شد الان نمیگم وقتی شد میفهمین اوکی آقا این از این دمت گرم که اومدی چیز دیگه فکر نمیکنم باشه. باشه و خیلی مصاحبه عالی شد خودم خیلی حال کردم دمت گرم امیدوارم که آلبومت هم بهتر کنه قربونت برم لطفاً از همه بچه ها خواهش میکنم که علکی تیتر زرد نزنید دیگه من یه زنی نظرامو گفتم اینجا حالا فردا میان میگن آقا فلانی فلانی دیست کرد <تصفح> هر کیم فهم میکنه با ما طرفه بفرما بیا ببینم چی کار بیا, بیا تو دانس دمت گرم برو بریم دم شما هم گرم چا کرم خدا بیارم. خب این بود از بی پرده امیدوارم لذت برده باشید سخنی انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما اون پایین بنویسید تو کامنت و بنویسید دوست دارید نفر بعدی کی باشه که ما سعی کنیم باش کانکت چیم و اونو بیاریم توی برنامه از حضورش لذت ببریم و حالا سوپرایز چی بود گفتم تا ته ببینید ما یه سری قوره قرار بذاریم و اولین قوره کشیمون هم برمیگرده به این پست اون زیر کامنت بذارید بیشترین کامنت ها بین سه نفر سه تا پک فیزیکی اتصالی داده میشه و به عنوان جایزه به اونا داده میشه یه سری قوره کشی دیگه هم داریم که این اولیشه یه سری قوره کشی های دیگه هم داریم که اونا هم به زودی متوجه میشید و به ترتیب میاد و از این به بعد هم هر کسی آلبوم بده ما پک های فیزیکی شو خریداری میکنیم تهیه میکنیم هم برای اینکه جا بیفته این فرهنگ و هم برای اون که شاید اونایی که به حال کامنت میذارن و این داستان ها توانای خرید رو نداشته باشن و بهشون جایزه میدیم پس کامنت بذارید این زیر بیشترین کامنت به حال چیز میشه خب امتیاز محسوب میشه دیگه هرچی کامنت بیشتر داشته باشین احتمال اینکه بیاین توی اون لیست قرعه بالاتره و حتما کامنتار رو بذارید که سه تا پک فیزیکی اتصالی برای شما فرستاده میشه یک هفته وقت دارید که کامنت رو این زیر بزنید و حالا شاید چیز باشه نمیدونم یک هفته یا دو هفته نظر سنجی میذاریم شاید چون بعضیا به هر حال دیر ببینن مصاحبه رو حالا تو نظر سنجی میپرسیم کدومش خودتون بگین ولی خب داده میشه به عنوان یادگاری و جا این فرهنگ دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که لذت برده باشید با امیدوارم حالتون همشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی مصاحبه بعدی رپ بدی بعدی یا هر چیز دیگه بعدی سی سون